viral music feeds. سوالی که الان من دارم آیا همونطور که خودتون هم اشاره کردید موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه ای رو شاهد نبودم این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره تاییدیه بگیره یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است منتها تو اون شرایط ظاهرا سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده به هر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه موشک شلیک میشه و هواپیما در واقع تو اینجا مورد اصابت قرار میگیره و حالا مسیری که برمیگرده در نقطه اصابت به زمین هم در این نقطه است فضای کشور چند ساعتی حالا به تخصیص بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو به من گفتن یه هدفی رو زدیم ولی تقارن این یه مقدار منو به شک انداخت من غرب کشور بودم بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده من احتمال بالا میدم که هواپیما خودی رو ما زده باشیم خب تا برسم تهران دیدم ستاد کل نیروهای مسلح معموله یک تیم بررسی حادثه تشکیل داده و اینها در واقع این تیم و کسانی که دخیل در این قضیه هم بودن کاملا قرنطینه کردن اینجا منطقه تهرانه این سامانه ای که بنده در اولین ساعتی که مطلع شدم به مقامات اطلاع دادم اونها به واسطه این که باید این مسئله رو بررسی میکردن ارزیابی میکردن بررسی حادثه صورت میگرفت دیگه از اینجا به بعدش دیگه مربوط به ستاد کله که واقعا هم سریع این کار رو کردن ظرف 48 ساعت این بررسی ها صورت گرفت و عزیزان ما که حالا در هواپیما کشوری محکم رد میکردن اصابت موشک رو اونا بر اساس دانستای خودشون عمل میکردن من اعلام بکنم که اونها هیچ گناهی ندارن مقصر نیستن هر چی تقصیر است به عهده ماست کسی رو متهم بکنم بالاخره ما یه اطلاع رسانی داریم میکنیم طبیعتاً گروهایی که ببینید چون تو ارتفاع کم هواپیما مورد اصابت قرار گرفته توسط یک موشک کوتاه برد بوده این هم مجاورتی عمل میکنه این موشک چون سرجنگیش کوچیک بوده و مجاورتی عمل کرده این هواپیما فرصت پیدا کرده در واقع یه مسیر به رو هوا متلاشی نشده بعد خوردن به زمین متلاشی شده آماده بوده اینجا هم فرودگاه امام خمینی هست متاسفیم بالاخره اینها هزینه این شیطنت ها التهابات و اقدامات امریکا در منطقه است که واقعا اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم خود من که در غرب کشور بودم هر آن احتمال میدادم بالاخره چون تعداد زیادی هواپیما در منطقه در حال پرواز بود هواپیمای جنگی بعضی از بمب افکن هایی که اضافه کرده بودن تو منطقه احتمال شلیک کروز و ورود هواپیماها رو ما کاملا داشتیم ما خودمون رو آماده درگیری کاملا همه جانبه کرده بودیم خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد خب این موظف بوده تو این شرایط سابسکرایب Viral Music Feeds. ViralMusic.com